به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. وزارت اقتصاد گروه طالبان به تازگی در واکنش به گزارش انستیتوت صلح آمریکا درباره وخیم شدن وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که این گزارش بی اساس و مغرضانه است. بر اساس اعلامیه که از سوی وزارت اقتصاد گروه طالبان بامداد یکشنبه منتشر شده، این گروه ادعا کرده است که دستاوردهای مهم و پیشرفتهای قابل توجهی در بخش اقتصاد در افغانستان تحت تسلط گروه طالبان انجام شده است. در اعلامیه وزارت اقتصاد گروه طالبان ذکر شده عملکرد و اجرای شاخصهای عمده اقتصادی مانند کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول رایج افغانستان، افزایش عواید ملی و صادرات، تامین مخارج عادی و پروژه های توسعه‌ای از درآمدهای داخلی بدون کمک خارجی، این امر را نشان می دهد که پیشرفت های واقعی و تحرکات اقتصادی عمده در افغانستان صورت گرفته است. گفتنی است که گروه طالبان در حال این ادعاها را مطرح می کنند که با تسلط این گروه بر کشور تمام زیرساخت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی مردم افغانستان نابود شدند و شهروندان افغانستانی شب و روز در فکر فرار از این کشور هستند. همچنان لازم به ذکر است که علاوه بر انستیتوت صلح آمریکا، بانک جهانی نیز چند پیش اعلام کرده بود که اقتصاد افغانستان تحت تسلط گروه طالبان در آستانه فروپاشی قرار دارد. واکنش صالح به سخنان خلیلزاد. معاون نخست رئیس جمهور پیشین گریزی افغانستان در واکنش به سخنان فرستاده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان گفت که از آنجایی که توانایی بیان مسائل پیچیده در فارسی را ندارد، اساساً به مردم افغانستان میگوید که ما منافق هستیم، ما کاری به درد و غم شما نداریم و امضای پیمان‌نامه همکاری با شما به جز فریب و خیانت چیز دیگری نبود. امرالله صالح در برگه عکس خود در واکنش به مصاحبه زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین آمریکا برای افغانستان نوشت: در یک مصاحبه مفصل با صدای آمریکا، آقای خلیلزاد نماینده آمریکا برای معامله دوحه گفت که افغانستانی ها تحلیلگران و تماس های نامید کننده افغانستانی ها همچنان از تروریسم، زشتی طالبان و مصائب و غیره به ما میگویند که گویی ما به عنوان ایالات متحده وضعیت را نمیدانیم و به آن وابسته هستیم. او با خنده این گفته ها و ابراز نارضایتی ها را مسخره کرد و گفت ما خوشحالیم که افغانستان به حرف سیاه گوش می دهد و با سیاه همکاری می کند و این اولویت اصلی ماست و تبدیل طالبان به عنوان همدستان هدفمند راهبردی ما بود که محقق شد. او در ادامه با انتقاد از فرستاده پیشین آمریکا برای افغانستان نوشته است: خلیلزاد به انگلیسی فکر می کند و با مردم افغانستان به فارسی صحبت می کند. به همین دلیل است که دوگانگی آتش زنی چیزی را که قرار است نگوید آشکارا و آشکارا می گوید. و در پایان ترامپ می گوید اگر در انتخابات پیروز شوم با گروه طالبان توافق بازرگانی امضا و بکرام را برمی گردانم. رئیس جمهور پیشین آمریکا به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور گفت اگر بار دیگر به کاخ سفید را پیدا کنم با گروه طالبان در افغانستان توافق بازرگانی امضا خواهم کرد تا کنترل پایگاه بکرام را به دست بگیرد و مراقب تحرکات چین باشد. به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در جریان یک کارزار انتخاباتی در اوایو به شدت به این تصمیم دولت واشنگتن انتقاد کرد و گفت اگر بار دیگر بتوانم به کاخ سفید وارد شوم با گروه طالبان قرارداد بازرگانی میبندم تا بتوانیم دوباره کنترل فرودگاه بگرام را به دست بگیریم. روزنامه دیلی میل نوشت که نامزد 77 ساله انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا همچنین مدعی شد این پایگاه درست یک ساعت با جایی که چین در حال ساخت موشک های هسته‌ای خود است فاصله دارد و ادامه داد این پایگاه اکنون در اشغال آنهاست و همچنین گفت می خواهد کنترل فرودگاه بگرام را به عنوان بخشی از توافق تجاری با افغانستان به دست بگیرد. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.